روشنفکران غیر دینی با دیندارانی که در تلاش برای پرداخت چهره متفاوتی از اسلام هستند چگونه تعاملی برقرار کردند؟ در بدبستان بین روشنفکران دینی و غیر دینی عمده شدن بحث در مورد اسلام چه پیامدهایی دارد؟ سلام، فرض کنیم شما یک روشنفکر غیر دیندار هستید. گروهی از مردم که شما نواندیش دینی مینامید در حال تعمیر اتوبوسی هستند که از نظر شما فرسوده است و حتی خطرناک. آنها میگویند به همون مقصدی در حرکتند که شما قصد آن کرده اید و با شما هم سفرند. شما از خود اتوبوسی دارید که گمان می‌کنید قابل اتکاست، ولی آنها بر تعمیر اتوبوس خود اصرار دارند، چرا که با آن مأنوس‌ترند، ضمن آنکه اتوبوس شما را هم خالی از ایراد نمی‌بینند. در این صورت شما به آنها چه می‌گویید؟ آیا مرتب در گوش آنها می‌خوانید که اتوبوسشان تعمیر نشدنی است و تلاششان عبث است؟ آیا دور می‌گیرید و به کار آنها می‌خندید؟ آیا با آنها به دلیل اینکه میگویند با اتوبوس خود میخواهند به مقصد مشترک برسند همدلی میکنید؟ موضوع صحبت شما با آنها در حین آنکه به تعمیر اتوبوس خود مشغولند بحث در مورد مختصات مقصدی است که میخواهید با هم به آن برسید، یا موضوع را تبدیل میکنید به وضعیت اتوبوسشان؟ البته بر این حکایت میتوان ایرادها گرفت. واقعیت غالباً پیچیده تر از حکایت هاست. مثلا روشنفکران دینی مقایسه اسلام با اتوبوس در این حکایت را چه بسا برخورنده بشمارند، و شماری از روشنفکران غیر دینی در پرتو تجربه 40 سال اخیر شاید اصلا مطمئن نباشند مقصدشان با روشنفکران دینی یکسان است. اما رؤوس کلی مناسبات متفاوت روشنفکران غیر دینی با نواندیشان دینی در سالهای اخیر را میتوان در این حکایت دید. شماری از روشنفکران غیر دیندار با تلاش همسایگان دینی خود همدلی داشتند، و شماری از آنها ایدئولوژی حامل روشنفکران دینی را به کلی اسقاطی پنداشتند و حتی آنها را روشنفکر قلمداد نکردند. در برنامه امروز چند تن از این روشنفکران غیر دینی که رویکردهای متفاوت پیشه کردند را دعوت کرده ایم. داریوش آشوری، زبانشناس، مترجم و فعال فرهنگی، محمد رضا نیکفر، فیلسوف و نویسنده، و ماشاءالله آجودانی، تاریخ نگار و او هم نویسنده. خیلی خوش آمدید. آقای آشوری، شما میشه گفت همکار هستید، همدلی میکنید و گاه در بعضی از تریبون‌های مشترک با نواندیشان دینی ظاهر میشید، معتقد هستید باید با اونها کار کرد. این بر چه اساسی، بر چه فلسفه‌ای استواره؟ عرض کنم که اونچه که رخ داده در ایران، من این 40 سال ماها شاهدش بودیم و کما بیش هم درش به نحوی مشارکت داشتیم، وضعی رو پیش آورده که ناگزیر ما برای فرض کنید بنده که اسمم مثلا حالا روشنفکر توی گیومه و دائم به مسائل جامعه خودم و تاریخ خودم و خودم فکر میکنم، خب یه وضعیت اگزیستانسیله، در واقع یه وضعیت وجودیه که اونها هم توش هستن و من با اونها تاریخ مشترک دارم، فضای اجتماعی مشترک دارم، تجربه های مشترک دارم، و اون وقت برای من متفاوتند. گروهی از اونها قابل تحمل نیستن، اساساً نه هیچ نوع ارتباطی باشون نمیتونم برقرار کنم، گروه دیگرشون من میتونم باشون همدلی داشته باشم، چون که اونها در تلاشن و میکوشن که به هر حال یه جورهای نزدیک بشن و یه تفاهمی با من هم برقرار کنم، و بدنش من هم کوشش میکنم که با اونها تفاهمی برقرار کنم. و اساساً نوع نگاه من به مسئله شاید متفاوت با بقیه جماعت حالا روشنفکری بگیم. من اونچه که در دنیای اسلام داره میگذره، که از ایران شروع شد و هم انقلاب اسلامی در ایران شروع شد، برای من یه نوع شباهتی شاید با چیز داره، و اونچه که در دنیای مسیحیت گذشت در قرن 16 هم، یعنی
دنباله رنسانس و بعد آغاز دوران مدرن و اون تنش‌های خیلی سخت و شدیدی که دنیای مسیحیت طی کرد که از توش پروتستانتیسم هم در اومد، لوتر و کالوین و همه این قضایا و ضرورت‌های تاریخی که به هر حال همه گفتمان‌ها رو تغییر شکل میده، از نو وادار میکنه که خودشون رو منطبق کنن، از نو وادار میکنه که خودشون رو تفسیر بکنن. این هم ضروریه در نوع اسلام. ببینیم توی همین پیش گفتار شما هم باز مثلا این تصور به نظر من بود که مثلا یک اسلام وجود داشته که حالا داره از نو خودشو تفسیر میکنه به اشکال مختلف. اینجوری هم نیست. خب اسلام تاریخی رو که نیا کنیم یک اسلام نیست، در همه دوران‌های مختلف تاریخی اسلام‌های مختلف داریم، اسلام سنی داریم، شیعی داریم، صوفیانه داریم و همه چیزهای دیگری که می‌شناسید. اسلام‌هایی که مثلا خودشون یه جوری با یونان و یونانیت و فکر افلاطونی و ارسطویی هم منطبق کردن و اسلام قشری خیلی صحرایی بدوی هم داریم دیگه، حالا دیگه داعش و طالبان و از این قضایا هم که خب می‌دونید. در نتیجه همه اینها در حال تغییر شکل، همه اینها در حال انطباق دادن خودشون با وضع دیگری هستن و من توی این مجموعه این طیف خودم رو با گروهی از اینها نزدیکتر میبینم و برایشون و بعضی هم برای من آدم‌ها خیلی محترمی هستن. وقتی میگید گروهی از اینها، منظورتون گروهی از نواندیشان دینیه؟ چه گروهی از اینها؟ چون به نظر میاد مشاهد شبستری و این طیفی از این قبیل که مثلا یک نوع آزاداندیشی دارن و بعدم خودشون با ارزش‌های دنیای مدرن میخوان سازگار بکنن، با حقوق بشر، با پارلمانتاریسم، با آزادی و همه این حرفا. خب اینها من درشون عیبی که نمیبینم، هیچ خیلی هم درشون حسن نمیبینم به لحاظ آینده تاریخی. آقای آجدانی، شما همدلی ندارید با پروژه‌ای که نواندیشی دینی نامیده میشه و به همین دلیل در سالهای اخیر من دیدم احساس نکردید دیالوگی با اینها باید برقرار شه؟ این بر چه اساسی استواره؟ برای که مسئله من اصلا دین نیست و اینکه روشنفکران دینی شما ده از هر جهت بخواید نگاه بکنید مسئله اونا دینه، من مسئله هم دین نیست، یعنی به مبحث دین فکر نمی کنم. اونجایی به مبحث دین فکر می کنم که دین میخواد وارد سیاست بشه و من عمیقا باش مخالفم. یعنی برنامه های روشنفکری دینی مثلا این آقای شبستری که ایشون آقای آشوری مثال زد، یک کتابی بود نوشته در گذشته تمام حقوق بشر رو میگه آقا در اسلام هست، حالا البته این حرفا رو نمیزنه، منتها اگر بحث روشنفکری دینی ارائه تفسیر دیگری از اسلامه که بخواد در قدرت سیاسی رو در دست بگیره، من عمیقا با این نوع تفکر اسلامی، تفکر سیاسی اسلامی مخالفه. هر نوع استفاده ابزاری، حتی اگر بگن تفسیرهای جدیدی از وحی بکنن، تفسیرهای جدید برای چی؟ دین امر خصوصیه و باید برگرده خونه‌های مردم و نباید روحانیون و دینداران به صرف اینکه دین دارن در حکومت قرار بگیرن. اصلا اسلام نباید در حکومت قرار بگیره. اگر روشنفکری دینی که من فکر می‌کنم اینها خودشون یکی از جریان‌هایی بودن در هر طیفی که استحکام بخشیدن جمهوری اسلامی رو، قدرت سیاسی اسلامی رو، اینا در واقع بیان خیلی مثلا شیکتری بودن از اون اسلامی که میتونست فضای دیگه‌ای برای اسلامی‌ها ایجاد بکنه. البته الان تغییراتی توشون پیش اومده. اگر این تغییرات بازم به طور اساسی فقط مسئله خودشونه، در درون دین میخوان حرفای خودشونو بزنن، من هیچ مشکلی ندارم. اونا آزادن که حرف خودشونو بزنن، اما اگر بخوان از این بحث‌ها نتیجه‌گیری‌های سیاسی بکنن یا با قدرت یک جور ارتباط برقرار بکنن که من تقریبا فکر میکنم اینجوریه، عمیقا با این شیوه برخورد مخالف. بله. آقای نیکفر، شما به یک معنا در میانه این طیف هستید. با اطلاعی که من دارم، خوندن مقالات شما و خوندن مقالات نواندیشان دینی در پاسخ به شما و بعد پاسخ شما به اونها، میبینم که شما با اونها در دیالوگ دائمی هستید، حتی با اونها شماری از اونها رفاقت دارید. ولی اگر من بخوام توصیف کنم این رفاقت رو، چون تعدادی از اینها در برنامه من هم شرکت میکنن، میشه گفت رفاقت اونها با شما رفاقت همراه با دلخوریه، برای اینکه احساس میکنن
مدام شما میاد بحث رو به جای اینکه راجب مقصد مشترک باشه برمیگردونید به وضعیت اتوبوسشون. همینجوری گفتم اون حکایت کل ایراد میتونه داشته باشه ولی تا حدی گویاست دیگه. و فکر میکنن طرح مباحثی مثل فاشیسم اسلامی اینجور چیزها مدام موضوع رو عوض میکنه. من عمیقا به این دیدگاه فلسفه کلاسیک انتقادی باور دارم که نقد دین مقدمه است بر هر نوع نقد دیگر. این نقد دین میبایست 150 سال پیش صورت میگرفت، میبایست در آستانه مشروطه صورت میگرفت. ما غافل بودیم، این کار صورت نگرفته و ما میبایست این کار رو اکنون انجام بدیم و یک فرصت تاریخی هست. این نقد دین که میگیم به معنی پس زدن یک چیز بیگانه نیست، پس زدن یک چیزی که مثلا از عربستان آمده یا اینکه از آسمان آمده، نه، درگیری با خود انسانه، درگیری با خود انسان ایرانی هست. یعنی من اون شیوه برخورد از بالای متفرعانه رو قبول ندارم که مثلا بگم که این لغت روشنفکر مخصوص یک تیپ خاصیه و شما نمیتونید استفاده کنید. نه، اتفاقا اون کسانی که مشهورن به نوع اندیشان و روشنفکران دینی برای من حریفان خوبی هستن، چون بهتر زبانه یکدیگر رو میفهمیم، میتونیم از مبانی دیالوگی نسبتا مشترکی استفاده بکنیم و من از صحبت با اونها میآموزم، چون صحبت با فرهنگ ماست. آیا به این دلیل زبان همدیگر رو میفهمید که شما با اونها در یک کارزار هستید؟ شما یه جایی توی یکی از مقالاتتون گفتید که همه باید بکوشیم برای رفتن به سمتی که انتگراسیون نامیده میشه. وقتی توصیف کردید اون رو در واقع جامعه بدون تبعیض، به این ترتیب اگر هدف اینه، اگر اون مقصد جامعه بدون تبعیضه و شما در این مسیر فکر میکنید زبان اونها رو میفهمید و اونها زبان شما رو میفهمن، آیا نباید بیشتر روی اون مقصد کار کرد تا روی ایدئولوژی که حامل است؟ این تذکری است که به اونها میبایست داده بشه به نوعی. بله، در برنامه‌های دیگه به اونها. نه، ببینید، موضوع اینه که موضوع اصلی ما زیست مشترک. ما میخوایم در این جهان زندگی کنیم، این جهانی که اسمش ایرانه یا کلیت جهانه. میخوایم صحبت کنیم بدون اینکه همدیگر رو بکشیم. یعنی صحبت سر این که همدیگر رو نکشیم. در یک خانه مشترک داریم و در این خانه مشترک میخوایم یک اصولی رو بذاریم برای کار. مثلا در خانه مشترک ما میگیم که جای این کارت اینجاست، شما نذاریدش روی میز چون ممکنه بیفته روی دست و پای من، ولی رو این توافق میکنیم. ولی اگر یکی آمد گفتش که این یک کارت مقدسه و یک جایگاه ویژه داره و باید از این بالا آویزون باشه، من مشکل دارم. مشکل سر این هست که امتیاز خواهی. اون چه که در ایران این سیستم تبعیض رو ایجاد کرده مبتنی بر یک امتیاز خواهی هست. نقد این امتیاز خواهی یعنی نقد هر گونه اعمال ولایت، حالا به اسم تاریخ، به اسم فرهنگ، به اسم اینکه این ریشه در مردم ما داره یا هر چیز دیگه. نقد این امتیازخواهی برای رسیدن به وضعیتی که ما درش خشونت نباشه و ما بتونیم مبانی داشته باشیم برای حل مسائلی در رابطه با تبعیض، حل مسائلی در رابطه با استثمار. وقتی که روشنفکران دینی مدام یک مبانی معرفتی رو دخالت بدن و به خاطر اون مبانی معرفتی ادعای حقیقت بکنن، یعنی شما مفهوم اتوبوس رو به کار بردید که اتوبوس استعاره است از راه، تا زمانی که پشت سر اینا دوگانه دینی ضلالت و هدایت وجود داشته باشه و تصور کنه که
ما صراط مستقیم میریم و بقیه گمراه هستن و از این زاویه بخوان وارد بشن، اون موقع میتونیم بگیم که نه، این به هم زدن اصول همزیستی در جهان مشترک ماست. آقای آشوری، آیا این چیزی که آقای نیکفر توصیف کردن، نوعی امتیاز خواهی بر اساس تقسیم به اونها که گمراه هستن و ما که در صراط مستقیم هستیم، این مشکل ساز نیست در این همدلی یا دیالوگ یا حتی همکاری که شما با نواندیشان دینی دارید؟ من به این شدت و با این اینقدر رادیکال این تفاوت رو نمی‌بینم که مثلا بخصوص اونهایی که حالا البته این کلمه روشنفکری منم باش مشکل دارم در این کانتکست، چون به حال این از سنت چپ میاد و پس پشتش به حال ناباوری به دین و حتی ضدیت و دشمنی با دین هست. نواندیشی دینی عبارت بهتری است برای این روند و این رفتار به هر حال. اما من توی اینها نمیبینم که لااقل اونهایشون که من باشون تماسی داشتم یا چیزاشون رو میخونم اینجور تقسیم بندی به ضلالت و هدایت من سراغ ندارم. نمیدونم دکتر نیکفر مقصودش کدوم های از اینها هستن و حتی خیلی از اینها در طول این 40 سالی که شاهدش بودیم راه درازی رو آمدن در این راه که جدا بشن از اون ریشه های خودشون، از همون ریشه هایی که یه ور ضلالت میبینن و یه جایی و وظیفه خودشون رو هدایت میبینن. خیلی خیلی جلو آمدن و خیلی آدم های رواداری شدن، مثلا آدم های مثل اکبر گنجی فرض کنید یا حتی چون فرض کنید سروش، مثلا عبدالکریم سروش و خیلی های دیگه، به حال اینا امروزه خیلی فرق دارن با وضعیت 30 سال قبل خودشون. یعنی من فکر می‌کنم که اینا رو باید گذاشت که به حال راه خودشون رو برن و به تجربه تاریخی خودشون رو بکنن و ما هم اونا رو نمیتونیم هدایت بکنیم، ولی با یه نوع همدلی میشه به هر حال یه جور تقویت کرد این پروسه رو و راه این جامعه ایرانی اگر آینده‌ای داشته باشه که به صورت یک جامعه ای که تالرنس به اصطلاح و رواداری توش ارزش بشه، که من فکر می‌کنم که نظر دکتر نیکفر هم همینه، راهش همینه. به حال دین باید هم بیاد و باید بیاد به میدان. آقای آجدانی، یک نکته رو قبل از اینکه با آقای آشوری صحبت بکنم توضیح بدم در مورد حرفای آقای نیکفر. اتفاقا در دوره مشروطه نقد دین کردن، حسابی هم کردن. آخوندزاده یکی از این کسان بود، آقا خان کرمانی یکی از این کسان بود، ولی اینکه چرا در ایران این نقد ادامه پیدا نکرد مسئله چیه؟ مسئله جای دیگه است. ببینید ولی برگردم با آیاشوری، ما در یک جامعه دموکرات سکولار دین سر جای خودشه، ما با دین کسی دشمنی نداریم، بنابراین با هر کسی هم که دیندار باشه دشمنی نداریم. اما یه نکته اساسی هست، اینها که به طور خصوصی نیست، یعنی این گفتگوهایی که روشنفکران دینی تولید میکنن وارد مجرای فرهنگ معاصر ما میشه. نقش شما کجاست اونجایی که باید نقدشون بکنید؟ خیلی مهمه. یعنی ما اگر کنار بشینیم و خیلی هم تالرنس داشته باشیم، کسی دیگه تو این دنیای مدرن این نیست که بخواد جلوی تفکر کسی رو بگیره یا اندیشه کسی رو بگیره. اما حقیقت اینه که من فکر میکنم اسلام و اونجایی که کارکرد سیاسی پیدا میکنه باید نقد کرد شدیداً، و روشنفکری دینی رو هم اگر این پروژهشون آخر بخواد سر سیاست و قدرت در بیاد همینجا باید نقد کرد. باید دقیقاً حالا باید مورد نقد قرار بگیرن، مورد بررسی قرار بگیرن. این هم که شما میگیم بین خودشون هم اینقدر چیز نیست، تسهل و تالرنس نیست. اسلام و دنیای اسلامی تجربه دنیای مسیحیت رو نداره. در قرن 16 هم و قرن 17 هم وقتی که میاد راسیونالیزم و سیانتیزم میاد حاکم میشه در بر فضای ذهنیت اروپایی، یک و خب و دین رو پس سیانتیزم چیه؟ علم آوری. و بله. چهره ای مثلا مثل نیوتن یا دفعه میشه چهره
مرکزی در واقع علم و دانش و فهم مدرن و بعد حالا رشد بورژوازی و سرمایه‌داری بعد دنبالش سرمایه‌داری و همه این قضايا اینا چیزایی است که اتفاق نیفتاده در دنیای ما. دنیای ما ناگزیر وقتی که می اومده با همون سرمایه قرون وسطایی خودش بایستی برخورد میکرد. به همین دلیل بایستی که میگفت اسلام حقیقی چیز دیگری است، توی مجلس شورا اونجا به دیوار بزنن و شاور هم فل امر که خدا گفته که بله پارلمانتاریسم و اینها به حال یه جور توجیه مثلا الهی هم پیدا بکنه و هم و اینها به حال مسائلی است که یک بار برای همیشه. حالا من طبیعتا منم موافقم و هیچ مخالفتی ندارم که دین باید بره سر جای خودش و با حاکمیت دینی من همیشه آیا منظور شما از مقایسه با اونچه که در غرب رخ داده اینه که انتظارات آقای آجودانی یا تا حدی آقای نیکفر از این روند سکولار شدن سیاسی بسیاری از مسلمانان در ایران از جمله نواندیشانشون این انتظار چون بر اساس تاریخ اروپا است انتظار بیش از حدیه؟ ولی من این اون رشنالیزم بگوش عقل باوریه که بنیادش بر شناخت و علم و فهم علمی طبیعت بود و بعد هم دستاوردهاش که دو قرن 18 هم دوران به اصطلاح آف کلرونگ دوران روشنگری رو پدید آورده یک نوع فضا و ذهنیت به کلی دیگری آورده که از دلش در این چیز هم بیرون آمده. یعنی در کاربرد اجتماعی تاریخی خودش مفاهیم دموکراسی و عرصه‌ای که آزادی اجتماعی هست. آیا منظورتون اینه که انتظارات ایشون بر اساس مقایسه‌ای که با غرب میکنن؟ آره چون در واقع یه مدل مطلقه که از اون ور دنیا آمده رو میگه که یا این باید باشه یا هیچ. نه ببین این آقای آشوری من خیلی دوستشون دارم ولی اصلا من آدم ها زنده اینجا نشستم یا حرفی رو به من نسبت میگه اصلا میشه به اصلا خوشخیالی ها اینجوری ندارم که فکر بکنم که ایران میتونه یک روزی عیناً بشه مثل کشورهای غربی برای اینکه ما یه تاریخ دیگه داریم سرنوشت دیگه داریم. اما اینه که شما میگید در اروپا اتفاقاتی افتاد بالاخره این اتفاقات تجربه بشریه این تجربه انسانی که به این نتایج رسیده که حاصلش دموکراسی است، حاصلش جامعه مدنیه و این تجربه به بشریت متعلقه. بنابراین ما باید با این تجربه چیزی برخورد بکنیم. اگر با این تجربه مثل جدیدهای روشنفکری دینی که تاریخشون رو بشناسی اگر برین تاریخشون در بیاریم میبینین آرزن اینا بیماری های تجدد ما هن. چرا؟ مثلا بازرگان نگاه بکنید فیزیک میخونه دنیای علمه ولی میخواد همه علم رو با شریعت تطبیق بله. اجازه بدید آقای آجودانی شما آقای نیکفر بیم اختلاف ها رو سطوحش رو معین کنیم. یک جا شما ادعای حقیقت میکنید یک جا ادعای مثلا میگیم ادعای عدالت. ما بر سر ادعای حقیقت اختلافات اساسی داریم ولی بر سر ادعای عدالت میتونیم صحبت بکنیم. ولی عدالت هم بخواهی جور به مفهوم نه، حقیقتی نه، تکیه داره ها. الان توضیح میدم که چگونه میتونیم. ببینید به این صورت توضیح بدم. یک دانشی داریم دانشگاهی به اسم دین شناسی religious science. این ترکیبی از دینشناسی تطبیقی، جامعه شناسی تاریخی، تاریخ، زبانشناسی، اسطوره‌شناسی همه اینا میاد یک علم سکولاری رو به اسم دینشناسی تشکیل میده. در دینشناسی مفهوم مرکزی حقیقته، یعنی ما نظریه میدیم و این نظریه ادعا میکنه، استدلال میکنه، با این کار میکنه. یه جا داریم ما دین باوری داریم. روشنفکران دینی ما در نوسان هستن بین دین شناسی و دین باوری ادعاهای دین شناسانه میکنن. یعنی میگن که ما تاریخ اسلام رو این توضیح رو براش داریم. اینو من فوراً وقتی وارد اون دین شناسی میکنم میگم نه. این ادعا رو من نمیتونم بپذیرم به این دلایل تاریخی، به این دلایل زبانشناسی، به این دلایل اسطوره‌شناسی. این
این حرفا پوچه. وقتی که ادعای معرفتی بیان بشه اونجا سازشی وجود نداره، صحبت سر حقیقته و اونجا میتونم بگم نه که این تفسیر غلطه و این تفسیر، ولی در زمینه دیگه، ولی در زمینه دیگه ما برای جهیدن از حوزه حقیقت به حوزه عدالت لازم نیست تمام این توشه معرفتی رو با خودمون ببریم، چنان که من و شما میتونیم در مورد آرایش این خونه توافق داشته باشیم بدون اینکه نظرمون یکسان باشه در مورد که جنس این چیه و این جنس از کجا آمده، ولی ما میتونیم تشخیص بدیم این بهتر اینجا باشه و اگر اونجا باشه مضر. بله، میخوام خیلی کوتاه، من میخوام خیلی کوتاه قبل از اینکه آقای آشوری صحبت کنه چون شما حق جواب دارید، از آقای آجدانی بپرسم آیا اینو قبول دارید این صحبت آقای نیکفر رو که در بحث راجع به عدالت شما لازم نیست تمام این توشه معرفتی راجع به حقیقت از جمله در مورد دین پژوهی رو وارد این کارزار بکنید با نماینده‌شان دینی، بنابراین در حوزه عدالت، در حوزه منظور از حوزه عدالت چیه؟ احتمالاً منظورشون این هست همزیستی. دیگه اینا دیگه حرفای ببین دنیای مدرن، یعنی شما وقتی توی جامعه سکولار مدرن بخواید زندگی بکنین ما در حوزه همزیستی هستیم. هیچ یعنی فرهنگ دموکراتیک مدرن کسی رو به خاطر اندیشه یا سلیقه یا دیدگاهاش یه گوشه نمیبره. اما بذار من یه نکته رو بگم که از بحث شما خارج کردید، نکته که من داشتم میگفتم اینه که دوستان تاریخ روشنفکری دینی رو ببینید. تاریخ روشنفکری دینی عارضه بود، یعنی در برابر غرب خواست بر اساس تفکر دینی یه واکنش چیکار کنه نشون بده. یک جور ترس خوردگی بود، یک جور بیماری بود به اعتقاد من از ابتداش که وقتی وارد میشه با دروغ و با جعل تاریخ و با همه اینا همراست. خب این بخشش اتفاقا هم در روشنفکری غیر دینی توش دست داشت، هم روشنفکری دینی در ایران. بنابراین من بحثم اینه که این بحث ها رو از مقوله رفتار روشنفکری غیر دینی با روشنفکری دینی خارج میکنیم، برای اینکه این خیلی معلومه یه رفتار باید متمدنانه باشه. بله مشکل کجاست؟ آقای آجدانی وقت ندارید بیش از این. بله خب مشکل آقای آشوری، شما با این فرمول بندی ایشون موافق هستید که روشنفکری دینی عارضه بود یا بیماری بود؟ نه هرگز من اینجوری فکر نمیکنم. اولا با اینجور نیت خوانی هم میونه ندارم که اونها تای دلشون سوء نیت هایی دارن و ما این که فقط مظهر حسن نیت هستیم و به ارزش های دموکراسی پایبندیم و از این قبیل. اونا هم اولا آدم های یک آدم و یک نوع نیستن، بسیار متنوع هستن در درون خودشون، افق های دیدشون هم با هم متفاوته و خیلی هم خوبه که اتفاقا الان این افق های دیدشون هم متنوع شده. در مورد اونچه هم که به حال گذشته ببینید، همین داستان خب مدرنیته و ارزش‌های مدرن و دوران آفکلرونگ و به اصطلاح روشنگری و همه این قضاها که اتفاق افتاده در خود همین اروپا هم بسیار بحران آفریده. هم آدم‌های با اعتقادات و باورهای دینی سخت مضطرب بودن، چون یا آدم مثل پاسکال که ریاضیدان درجه یک هم بود. آقای آشوری، آقای آجدانی میگه که شما به یه شکل ممکنه بتونید مقایسه کنید و بیاید مدام به موازات همدیگه ببینید در غرب چه گذشته، در منطقه ما چی داره میگذره، اما یه چیزهایی در غرب رخ داد که الان دیگه تجربه بشریه، یعنی لازم نیست انسان ایرانی بیا تجربه قرن 16 رو تکرار کنه. من هم همچه حرف نمیزنم که ما باید بریم تجربه قرن 16، ولی برای اینکه بفهمیم که اینا به حال اینا از دل تاریخ ما و تمدن ما و فرهنگ ما در نیومده. اینا همشون بادهای انقلاب فرانسه وقتی که وزیده در روسیه آثار خودشو به بار آورده که بعد سرانجام میشه انقلاب بالشویکی، در ایران انقلاب مشروطه میشه و بعد تا تمام آسیا و جاهای دیگه دنیا و هر جا هم طبیعتاً با فضای خودش منطبق میشه. یعنی مارکسیسم روسی عیناً مارکسیسم مارکس نیست، حتی اگر حال خود مارکس میگفت که اصلا من مارکسیست نیستم. بله این نکته مهمیه آقای نیکفر. متأثر از همین مثالی که ایشون در مورد مارکسیسم زدند، آیا ما با صحبت کردن از اسلام در دیالوگ با نواندیشان دینی دوچار این مشکل نمیشیم که یه ایده ای رو
برآوریم به شیوه هگلی به اسم اسلام و فکر کنیم این ایده، این معرفت میاد واقعیات جامعه ما رو تغییر میده، این اسلام و میاد مثلا تبعیض اعمال میکنه، این اسلام میاد تاریخ ما رو مسخ میکنه، این اسلام چنین میکنه چنان میکنه. به همون شکل که ما مارکسیسم ها داشتیم اسلام ها داریم. من نمیخوام وارد این بحث بشیم که ذات مشترک این اسلام ها چیه، چون توی برنامه های ما بوده این بحث، اما صحبت از اسلام وقتی که شما دارید با نواندیشان دینی صحبت میکنید، آیا به عبارتی سایه نمیافکنه بر یه بخش دیگه ای از کار، اونم این که هم روشنفکران غیر دینی هم روشنفکران دینی اینها روشنفکرن و روشنفکر تعریفش اینه که دغدغه روز داره، یعنی الان چی میگذره در ایران، این سایه ننداخته روی همین دغدغه های امروزی، دغدغه به قول بعضی از اینها آزادی و آبادی؟ مشکل اونهاست، یعنی مشکل به ما بر نمیگرده. یعنی وقتی که من میام نقد اسلام میکنم، اونا میگن اسلام نداریم، ما اسلام ها داریم، این فقط یه اسم. بعد وقتی حرف اثباتی خودشونو میزنن، ادعای حقیقت میکنن، یعنی یک چیز ذاتی وجود داره و میگم نمیشه. آیا شما ادعای حقیقت نمیکنید؟ من چرا ادعای حقیقت میکنم؟ چرا؟ من در چارچوب دین شناسی صحبت میکنم، ولی این ادعای حقیقت رو پیش شرط همزیستی نمیگذارم. آیا اونها میگذارن؟ اونها باید ببینیم، ما هنوز اونا نافشون به قدرت بنده، اونها هنوز مطرح شدنشون خیلی مسائلشون به خاطر شماری از اینها زندان رفتن، تبعید شدند و فردا در لحظه سرنوشت ساز اونجاست که میبینیم که اینا نقد قدرت به اندازه کافی صورت نگرفته، چنان که نسبت به گذشته ما خیلی ابهامات داریم، دیگران ازشون میپرسن میگن نقش شما در این مورد در اینجا 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 چی بوده و هنوز جواب ندادن. در نتیجه چیزی که برای من مهمه به عنوان در واقع مقدمه بر همزیستی، نه ادعاهای حقیقت تاریخی، بلکه نقد قدرت. بله. نقد خوشبخت. بله. پیش از اون که به آقای آجدانی بریم، میخوام خیلی کوتاه از شما جواب این صحبت رو بگیرم. آقای آشوری، اگر این صحبت آقای نیکفره، اگر نقد قدرت که از نظر ایشون بخشی از نقد دین همین است، اگر این انجام نشه، نگرانیشون اینه که فردا ممکنه همین مشکل ساز بشه. شما باید الان این دیالوگ انتقادی در مورد بنیادهای نظری رو با نواندیشان دینی داشته باشی تا شاید تضمین کنی که در آینده تکرار تجربه های تلخ نشه. من به این صورت اولا خودم را درگیر یه همچین بحثی نمیبینم که باید تعیین تکلیف بکنیم، باید مرزبندی بکنیم. اساسا یه جور نگاه تاریخی، شاید حالا نمیخوام هگلی نیست به هر حال، ولی یه جور بیشباهت هم نیست که از یه پرسپکتیو وسیع‌تر که دراست مدت‌تر که نگاه کنیم، ما در واقع با عنوان نگرنده باید ناظر و تحولاتی باشیم که ضرورتا اتفاق توی اینا اتفاق افتاده و ضرورتا اتفاق میفته. و اینکه حالا باید شما بیاین ارزش‌های ما رو قبول کنید و اینجور و اونجور رفتار کنید، اگر راجع به فلان چیز تکلیف تو روشن نکنید پس من با تو هیچ میونه ای ندارم، در واقع یه مورد نادیده گرفتن مجموعه کل روانشناسی و جایگاه تاریخی اونهاست. ببینین این آقای آشوری دو تا صحبت کرده، میگه آقای آجدانی نیت خونی میکنه نسبت به روشن فکر. آقا نه، من تاریخ مملکت خوندم، دارم به شما میگم اینا آرزه های تجدد ما بودن، یعنی از سید جمال الدین اسدآبادی. حالا بهتون میگم چرا به این دلیل مال اون جامعه اون تاریخ هم. نه نه باشه، میگم آرزه های تجددی که بر ما وارد شد بودن. شما از آرزه چیه؟ به اجازه بدید خواهم نذاشته من توضیح بدم. ببینید اینا از موزه ترس و هراس برای نجات اسلام در برابر تجدد صف بندی کردن. شما بیاین جلو، یعنی اینها مسئله اصلیشون حفظ اسلام بود، به هر شکل اسلام نجات بدن. اینو شما نمیتونید از تاریخ روشنفکری جدا بکنید. شریعتی یکیشه،
شریعتی که وقتی میاد تمام دغدغش اینه که اسلام رو مدرن بکنه، تحول جدیدی بده. اینا شریعتی دغدغه مبارزه در دوران محمد رضا شاه پهلوی با ساختار سیاسی زمان رو نداشت، فقط دغدغش حفظ اسلام بود. همه اینا اسلامشون سیاسی بود. نه این سوال نه نه. اجازه این سوال چرا شریعتی تنها دغدغش حفظ اسلام بود؟ آیا دغدغه مبارزه با حالا اسمشو بگذارید استبداد یا هر چی، مبارزه، چون شما مبارزه بودی در اون موقع. ببینین نه اینکه بنده بگم که آقای شریعتی مبارز نبود یا قصد تغییر سیاسی نداشت. دغدغش فقط حفظ اسلام؟ نه نه حس بله اجازه بدید از اسلام اجازه داره با این همه اجازه بدید بله. شریعتی دغدغش این بود که یک اسلام راستینی رو ارائه بده که بتونه مبارزه سیاسی بکنه. خیلی فرقی داره. خب باشه، به همین دلیل ببینین مشکلش مسئله اسلامه. بعد میره تفسیرهایی از اسلام میکنه که این تفسیرها هیچ وقت با تاریخ اسلام جور نیست. این مثال خوبیه، مفهوم جدید بار میکنه تو دوش سنت. این اون چیزی که شما میگید آرزه، باید در نظر بگیریم اینها یک ورژن هست، یک نسخه از ناسیونالیسم هستن. یعنی ایدئولوژی فراگیر در عصر جدید ایدئولوژی ناسیونالیسمه. یک عنصر پدر نیاکان در این دین باوری وجود داره و درست همینه که به ناسیونالیسم گره میخوره. یعنی در واقع باور به نیاکانی و باور به گذشته و یک ویژگی بودن. و این چجوری ترجمه میشه به رویکرد سیاسی اجتماعی اونها؟ این تبدیل میشه که ما یه دفعه در عصر جدید مفاهیمی وارد دین میشه که قبلش در اون مفاهیم وجود نداشته. یعنی خود مفهوم ملت، مفهوم انقلاب، اینا در دین وجود نداره. بله، اینها در عصر جدید از طریق از کانال ناسیونالیسم این میاد. بله، یک بیان دیگه ای از اونچه که شما الان میگی میتونه این باشه که دینداران در قرن 19 در منطقه‌ای که ایران هم جزئی بود اومدن از دیدگاه ناسیونالیستی گفتن که ما مگه چمونه؟ باید ببینیم چرا عقب موندیم. این ترس رو در آلمان هم می‌بینیم. یعنی آلمان بله. یکی از جاهایی که پیشرفته ترین اندیشه رو در مورد روشنگری و مدرنیته داره. ما درست همزمان با کانت یا حتی کمی قبل از اون رومانتیسیزم شروع میشه. بله. به عنوان در واقع یک واکنش بله. نسبت به این مسئله. منتها اون در یه بافت اجتماعی دیگه بله. رخ میده. بله. ولی اگه در مورد بله. ایران صحبت کنیم، ایراد این سوال که شما از منظر دینی بیای بپرسی چرا عقب موندیم و این چیزی که اسدآبادی پرسید دیگه، ایراد این سوال چیه؟ اگر بخوای از اون شرایط وجودی خودت به این جواب بدی، ولی مهم طرح این سواله و تلاش برای این که سوال هیچ وقت ایراد نداره. یعنی هیچگاه به سوال جوابی که ایراد یعنی وقتی که اون در یک جهان بینی این رو مطرح میکنه بله. و این جهان این موجه هست. شما بله. در نظر بگیرید که اسلام دین امپراتوری بوده. در اسلام اراده به قدرت وجود داره و وقتی ما وارد عصر ناسیونالیسم، عصر درگیری ها میشیم، طبعا مسلمان این سوال ها رو از زاویه و طرح این سوال ها مهم نیست بلکه جواب بهش مهمه. در جوابی که نو اندیشان دینی به پرسش های اساسی میدن، از جمله اینکه چرا در چنین وضعیتی هستیم، شما این اراده معطوف به قدرت رو نمیبینین؟ چیزی که آقای نیکفر گفتن به عبارت دیگه در جواب اینها، در اون اسلامی که اینا میپردازن، کماکان رگهایی از تبعیض مثلا نمیبینید؟ بدون شک دیگه وقت بالاخره اون نوع انطباق مسائل با وضعیت ماسالی. حالا من یک کمی باز برگردم میخوام به مسئله اروپا. به نظر من همین این دوره قرن 16 و راههایی که سه تا فرهنگ اصلی اروپایی رفتن، یعنی فرهنگ انگلیسی، فرهنگ فرانسوی و بعد فرهنگ آلمانی، اینکه آلمان از در دین وارد مدرنیته شد، در واقع لوتریانیسم عامل بسیار بسیار مهمیه که یک جوری به یک معنای خیلی کلی یه جور فضا و روحیه دینی حالا در گیومه رو حفظ کرد که از توش مثلا هگل و تمام این تا حتی تا هایدگر
در میاد از توش و هرگز نبرید، در حالی که مثلا در انگلستان یه دفعه شاه اومد اصلا گفت که منم رئیس کلیسا، یعنی این سکولاریزاسیون کامله در اونجا و در واقع یه جوری اون که در آلمان نبود، چنین نبود، در آلمان چنین نبود و به هم دلیلم دستاوردهایی که دارن تو حوزه تفکر با هم دیگه خیلی خیلی متفاوت و قطب مقابل هم دیگه هستن دیگه، حالا اون چیزی که فلسفه قاره‌ای و فلسفه آنگلوساکسون این حرفا شناخته میشه. به هر حال برای ما هم این قضیه که نمیتونسته قضیه بیرون از حوزه اسلام به هر معنایی باشه و بایستی که ناگزیر دین وارد این معرکه میشده و حتی مثلا دوران اول روشنفکری ما یا روشنگری ما هم آخوندزاده و میرزا آقاخان و فلان بهمان که اینا همه بادهای انقلاب فرانسه بهشون خورده بود و بادهای دوران لومیر فرانسه بهشون خورده بود و ضد دین و ضد خدا و اینا شده و راه رو نجات از شر دین رو راه به طرف دنیای مدرن میدونستن، ولی همین وقت چرا چرخیده بعد یه جای دین شده همین ابزار نجات اون اتوبوس شما اینجا دوباره وارد معرکه شد، چطور شریعتی و آل احمد و فلان بهمان آمدن؟ این دوستان مرتب به تاریخ اروپا و اینا رفرنس میدن، تاریخ خودشون رو نمیبینن. من وقتی اجازه بدید، من وقتی میگم شریعتی کسی که میگه من ابازر یه ابازر رو به صد تا مثلا به ابن سینا ترجیح میدم، خب این تفکری رو داره بار سنت میکنه که فرض کنه یه سوسیالیست از تو ابازر در بیاره به خورد جامعه ایران بده، ما سرانجامش دیدیم. اگر اینه که اگر یه کسی بیاد بگه که شریعتی به این دلیل در اون زمان خاص اینو گفته که فکر کرده در ابازر یا ابوذر یه مدل مبارزه میشه دید که انگیزاننده است، نتیجه‌اش جمهوری اسلامی در اون شرایط نتیجه‌اش ببینید نتیجه‌اش شما نمیتونستی با مدل ابن سینا بجنگی در اون زمان، با مدل ابازر میجنگی. چرا آقا مدل ابن سینا یعنی تفکر، ابازر یعنی شما اسلحه دست بگیرید به جلو، همون چیزی که اجازه بدید، همون چیزی که آخرش از سر از آبشخور جمهوری اسلامی در آورد، یعنی همه اون فعالیت ها حتی فعالیت خود آقای بازرگان دیگران اینا. ببینید اینجاست که من میگم بی خود هی نریم به اروپا، نگاه بکنیم به تاریخ خودمون. بله. اون روشنفکری دینی میراثش در خدمت جمهوری اسلامی قرار میگیره. یک چیزی هست که فصل مشترک در واقع چه تاریخ اروپا و تاریخ ایران هست، اینه که یک گذاری وجود داره به عصر جدید و مشخصی عصر جدید مبارزه با اتوریته است، مبارزه با ولایت و آزادی انسانه و مشخصی ثابت عصر کهن ولایت و اعمال ولایت. در اینجا ما در حوزه عدالت میتونیم بر هر گونه نقد ولایت همسویی داشته باشیم با روشنفکران دینی، یعنی هرگاه نقد ولایت بکنن و نقد بردگی و بندگی انسان رو بکنن چون امکان دیالوگ میبینید امکان دیالوگ. ولی در حوزه معرفت پرینسیپال به صورت اصولی فکر میکنم ما مخالف هر گونه اعمال ولایت هستیم، حوزه معرفت حوزه ایمان ولایت نیست و کار تمومه در حوزه حقیقت مدرن که میرسیم پایان هر گونه ولایت. خب اگر من بتونم عبارت بندی کنم به شکلی دیگه، شما دارید میگید که در حوزه تلاش سیاسی بله. برای یه طرح ایران بهتر میشه همکاری کرد با نوانشان دینی، ولی در حوزه معرفتی نمیشه چنین کاری. بعد در این کار نسبتاً دشوار همکاری در حوزه سیاسی اجتماعی ولی جدل در حوزه معرفتی، یه جاهایی ممکنه اونا حس کنن کاری که شما دارید میکنید، صحبتهایی که میکنید داره در این همکاری رو دچار خدشه میکنه. من در این برنامه البته نگاه اونا رو ناچارم بگم برای اینکه حضور ندارن. مثلا وقتی شما میگید دین تراژدی شعور است، چیزی که شعور انسانی میسازدش انسان را بیشعور میکند، اگر این نوع جدل معرفتی به این شکل بر ساختن یه دینی که چنین کاری با انسان‌ها میکنه
اونها احساس کنن به همکاری فکری در حوزه سیاسی اجتماعی لطمه میزنه، جواب چه خواهد بود؟ برای اینکه میگن شما دارید یک چیزی که اسمش دین هست رو چنان یک پارچه میکنید و یکسان میکنید که ما رو هم جز مسخ شدگان و بیشعوران میشمارید. نه، اینجا حوزه اون جمله در حوزه معرفت بیان شده، در حوزه شعور معرفت شده، در حوزه کیهانشناسی است، در حوزه ای که مرگ چیه، جن چیه، انسان چیه، نمیدونم، همه این گیتی شناسی کهنه که با عصر جدید باد شده، دود شده، رفته به هوا و هر گونه احیای تلاش برای احیای اون به هر شکل دیگه ای به شکست میخوره. در واقع از این نظر این جمله مطرح میشه، وگرنه ما در حوزه همزیستی، در حوزه همزیستی آنچه که ما رو کنار هم میشونه یک شعور اجتماعی است و یک رواداری است. در نهایت خلاصه کنم، در نهایت ساختارها تعیین کنندند. در نهایت ما وارد چهار تا سوال اصلی داریم. نظرتون در مورد خشونت چیه؟ نظرتون در مورد تبعیض چیه؟ نظرتون در مورد بهره کشی انسان چیه؟ نظرتون در مورد حفظ محیط زیست و حفظ جهان برای آیندگان؟ این چهار تا مسئله اصلی و شما میتونید وارد این چهار تا مسئله اصلی بشید بدون اینکه اون توشه معرفتی رو با خودتون بیارید. آقای اجدانی، چنین چیزی ممکنه؟ یعنی با مینیمومی از ادعای معرفتی وارد بشید؟ من فکر نمی‌کنم ممکن باشه. ببینید، هنوز که تو جامعه ما هست، چشم در میارن، قصاص میکنن، دست دزد میبرن. ببینید، اگر یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به این اسلام واقعی، باید ببینیم نسبت روشنفکری دینی با این مسائل واقعی جامعه ما چیه. بس مسائل واقعی ببینید، آره من نمیگم واقعی نیست، برای اینا فرار میکنه از خیلی بحثا. مثلا باید ببینیم راجع به بهائی‌ها چی فکر میکنن. نه. آیا به هموطنان بهای ما احترام میذارن، حقوقشون رو قائلن، میخوان اینا کار داشته باشن، تو دولت باشن؟ اینا مسائل واقعی که من توقع دارم روشنفکران دینی راجع به، مگر اگه روشنفکران دینی با فقه اسلامی مسئله دارن، با روحانیون مسئله دارن، اونا مسائل خودشونه. اما اینجا همیشه اما مهمه، مسئله مسئله خودشون نیست، اینا راجع به همه مسائل ما دارن اظهار نظر. اگر یکی از اینا بگه که اتفاقا درگیری ما با فقه اسلامی در یکی از ابعاد خودش میتونه این باشه که تبعیض علیه بهائی ها رو از میان برداریم، اون وقت جواب شما چه خواهد بود؟ من میگم استقبال خواهید کرد. من استقبال میکنم اگر واقعا ببینین، بس همینه میگم، اگر حوزه قدرت ها میکنن این کارو، ببینین اگر بکنن که بعضی جا کردن، خود منتظری، خود آیت الله منتظری گفت آقا اینا حقوق شهروندی دارن. من استقبال کردم تو همین برنامه بی بی سی استقبال کردم، گفتم با منتظری مخالفم با عقاید سیاسیش، ولی انسان خیلی ببینین بس این چیزا واقعا نیست. هنوزم که هنوز این صحبت ما تارا کرد، من نمیدونم چرا از گیر اصلی صحبت نمی کنیم. یعنی گیر اصلی این چیزا نیست. ما اونجایی که اینها بخوان به جامعه خدمت بکنن، به عدالت رو پیش ببرن، به همزیستی برسن، ما حرفه مسئله میخوام اینه که ببینید روشنفکران دینی از درون این بحث هایی که میکنن باز دنبال یه قدرت سیاسی هن. اینا در این سیر که میرن تقریبا خیلی نزدیک هم دارم، لاغل اوناییشون که من میشناسم و کاراشون. من یه خب آدم اهل تفکری مثل مجتهد شبستری کاملا یه آدم مدرنه، و در این حال که خب باورهای دینی خودش هم داره و حوزه شخصی خودش رو برای ایمان خودش هم داره، و قضیه دین هم به نظر من کاملا چیز نیست، مثلا فروکاستنی به سوسیولوژی نیست. مسئله در واقع برمیگرده به مسائل وجودی ما هم، مسائلی که بیرون از حوزه امکان و تجربه و شناخت علمیه، و حتی اضطراب اگزیستانسیل آدم، اون آنگواس. بله، یکی از برداشتایی که از صحبت‌های آقای آشوری در این قسمت آخر میشه کرد اینه که بخشی از برخورد با کسی که نواندیش دینیه، و این از جانب دیگه هم میتونه مطرح بشه، یعنی برخورد نواندیش دینی با شما، بخشیش
دلمشغولی های روانشناختی هم باید داشته باشه. یعنی شما باید با گفته ایشون اگزیستانس طرف رو هم سعی کنی بفهمی. چه این چیزی هست آقای نیکفر؟ چنین حساسیتی نسبت به اون شرایط وجودی شخص، اینکه از چه متنی بر اومده، از چه خانواده‌ای بر اومده و امکان نداره که شما ازش بخواید که فرا بفکنه. اون بخشی از مأنوس بودن اتوبوس در مقدمه گفتم منظور این بود دیگه. علت اهمیتی که من میدم به این بحث یا توجه به دین به این خاطر است. ابتدا یک چیزی بگم که جمع این سخنان باشه. من از ابتدا روی کرد خودم رو مشخص کردم با اصطلاحی به اسم هرمنوتیک سوء زن. یعنی من هر کتابی رو که درش مفهوم قتل باشه با سوء زن میخونم، چون بالاخره میترسم یکی پیدا بشه و این لغت قتل رو جدی بگیره و منو بکشه و این پایدار میمونه. این اصلا توهین به افراد نیست. یعنی تمام خانش من از این دین و این تاریخش بر اساس هرمنوتیک سوء زن هست و این سوء زن میمونه 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 تا در آینده بالاخره شاید ما وارد یک جایی بشیم که اینو تبدیل به این کتاب یک جایگاه دیگه ای رو پیدا بکنه. ولی خارج از کانتکست هم میشه ها. ولی یک چیز هم وجود داره. این نگرانی اگزیستانسیلی که آقای آشوری میگه، من این همدلی رو دارم که در این جهان مدرن مسئله بحران ارزش ها وجود داره و بحران جهت‌یابی داره و انسان ها نیاز دارن و انسان ها تا زمانی که انسان از انسان بترسه دین وجود داره، تا زمانی که تبعیض وجود داره دین وجود داره، تا زمانی که خشونت، تا زمانی که ما نتونیم به همدیگه اعتماد پیدا کنیم ناچاریم یک جایی ادهی آویزون میشن و توکل میکنن. همه اینا رو ما باید به رسمیت بشناسیم و بهش احترام قائل بشیم و برخورد متفرعنانه نکنیم بهش. خیلی کوتاه پیش از پایان بس من یه میشه گفت رگه مشترکی در برخورد بخصوص دو تا از دوستان اینجا میبینم با نواندیشان دینی که اگر نگاه اونها به قضیه رو ببینید باید در این برنامه طرحش کنی. بخصوص آشوری شما که میگید بله اونها هم مدرن شدن و مدرن بودن برای شما اون بالای بالاست دیگه، با شناختی که ما از مختصات فکری شما داریم، نوعی برخورد معلموار گویی از سر بزرگمنشی نیست که ممکنه همین هم برخورنده باشه؟ یعنی گویی بله اونا هم راه رفتن یاد گرفتن، به پا افتادن دیگه. این هم اگر بخوایم اون حساسیت های روانشناختی نسبت به اگزیستانس اونها رو در نظر بگیریم، خود همین هم میتونه برخورنده باشه. گویی سنجی ما مدرنیت هست و هر چیزی که هر قصد من بهش به توهین نیست. همونطور که برخورد خود بنده با من یه آدمی که توی این حالا من یه بحثی دارم از شرق به جهان سوم که خیلی کوتاه بله نیاکان ما اونا مردمان شرقی بودن، سعدی و حافظ و فردوسی شرقی بودن، ولی احمد شاملو و اخوان و بنده و همه این ماها جهان سومی هستیم و اونچه که تجربه میکنیم باز مال یک حبوط تاریخیه از اون شرق به جهان سوم، زیر لگدی که از غرب خوردیم و تمدن مدرنی که آمده ما رو جاکن کرده آورده به اینجا و این هم تو همین مسیر هم تو هممون در واقع شما هم در این مسیر هستیم. من در همین مسیرم. بله حالا اون رگه‌ای که گفتم در صحبت‌های شما هم نیست آقای نیکفر، وقتی میگید که من میفهمم همدلی میکنم با اینها برای اینکه تا زمانی که ترس هست دین هم هست. گویی شما دارید به اینها میگید که من با شما همدلم ولی تو روزی مثل من خواهی شد، من منتظر اون روزم. نیست چنین چیزی. اگر این اطمینان رو داشتم که فقر خشونت از بین میره، این خوشبینی رو متاسفانه این خوشبینی رو از دست دادم. بله قبلا خیلی خوشبین بودم. آقای آجدانی اون برخورد معلموار رو ندارید برای اینکه رها کردید به خصوص این امکان دیالوگ، این به کجا میاد؟ نه من امکان دیالوگ کجا رها کردم؟ نه ببین آقا دیالوگ این نیست که من حتما چندین بار تو این برنامه گفتید که من کاری ندارم به کارشون. نه با کار به این معنا کاری ندارم. ببینید اینها مسئله من نیستن. اگر اینها از این بحث های نظری دینی بحث میخوان یه گفتمان سیاسی نوینی رو در حوزه اسلام سیاسی به وجود بیارن، من شدیداً
و شما احساس نمی‌کنید باید اون اگر رو دریابید با مطالعه دقیق مسائل فکری شد؟ برای اینکه و همین کار رو می‌کنیم. همین کار رو می‌کنیم. تردید درش نیست. ممنون که با این بحث نشستید و ممنون از مهمان‌های برنامه داریوش آشوری، محمد رضا نیکفر و ماشاءالله آجودانی. در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی هم میتونید برای ما ایمیل بفرستید و هم برنامه رو ببینید. نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه هم در صفحه پرگار در وبسایت هست. ضمناً پادکست رو روی کانال تلگرام هم از طریق تلفن موبایلتون میتونید بشنوید. فیسبوک برنامه هم برقراره. شب و روز بر همه شما خوش.